اولین کسی که به شما زنگ زد یادتون هست کی بود؟ اولین کسی که برای من زنگ زد خانم فرانک میرقهاری، ستاره قدیمی فیلم های ایران. واقعا فرانک جون هم همیشه شما رو دوست داشت، فریاد میکشید. آخه اولین کسی که پیام داد به من. شما که دیگه ارتباطتون انقدر تنگاتنگی با خانواده خانم میرقهاری و خواهرشون و دوستاشون و اینا، خاطرم هستش که صحبت‌های کوتاهتون زیر یک ساعت نمی‌شد و ایشون هم به هر حال خارج از سابقه بازیگری که داشتن سالیان سال برنامه جز بهترین برنامه‌گذارا بودن و یادم یه دوره‌ای کسی نبود رقیب ایشون باشه در برنامه گذاشتن. بعد از خانم بعد از خانم فرانک میرقهاری تلفن بعدی ازونه. اولین کس خانم فرانک میرقهاری بودم. بعد البته نمیتونم پشت سر هم دیگه به حضور ازه صحبتی بکنید و بعد بریم یه بخشایی رو اگه اجازه بدید ببینیم، چون کارگردان محترم برنامه‌مون یه بخشایی رو آماده کرده از صحبتایی که اون روزا اتفاق افتاد و همه رو برای چنین روزی آماده کرده بودیم که در حین صحبتای شما پخش بکنیم، ولی قبلش اگر توضیحی دارید بفرمایید. ببین علی جانم، من در یک بحران و در یک شوک وحشتناک بودم. حالم دگرگون شده بود. حال خودم نمیفهمیدم. و یگانه از دوستای عزیز من به من زنگ زد و حال من رو که دید بلند شد اومد پیش من و کنار من بود با شوهرش با دخترش. این چند روزه 10 روز این خانواده کنار من بودن. یگانه دختریش بسیار فهمیده با شعور و به نظر من در تبریزی ها یکی از افتخارهای تبریزه، زبان آذری پر از معرفت، پر از وفا، پر از صفا. بلند شد اومد برای دلداری من و شب و روز کنار من بود، خودش، همسرش و دخترش. طی برنامه ها خب من دیدم همون روزا به تلویزیون ایران اینترنشنال هم توی بخش خبریش فکر میکنم با شما مصاحبه کرد. اون تو روزای ابتدایی این اتفاق بود، درسته؟ بله. ببینین توی این 10 روز رسانه ها وقتی من جوابشون رو دادم، وقتی جواب سرکار خانم لیلی گلستان رو دادم که من یک بازیگرم، من فاحشه نیستم، رسانه ای شد، همه فهمیدن، همه دیدن، همه فیلم رو دیدن. ادمین من آقای مانا ماندگار کوه محکم پشت من و از راه دور سوئیس حمایت میکرد، یگانه کنارم بود. و تا جایی که تلفن‌های مختلفی میشد، همه اظهار ناراحتی میکردن، از دوستانم بسیار نگران بودن، نگران حالم بودن، تلفن‌های شخصی که داشتم. و ناگهان که نشسته بودم و دچار یه بحران عجیب غریبی شده بودم، تلفن اسطوره موسیقی ایران
صحنه های زیباترین صحنه های ایران خانم گوگوش من رو شوک برد. دنبال میکنم کاراتو و دلت خوش باشه که همه طرف دارت. من قربون شما برم، من فدای شما بشم از مهرتون، عشق صفای شما. شما عزیز دل همه مایی، من پیشکسوت منین شما. قربونت برم. اون گریت رو هیچ وقت ندیدم. من قربون شما برم الهی، دستبوس شما بانو گوگوش عزیزم. شما عزیز دل همه ما هستید، ما از شما درس میگیریم. قربونتون برم الهی. من توی قربت امیدم به مردم ایرانه. سامان هستم، نه گلستانی که برگشته پشت گرم. هنرمندی مثل تو اینا معلومه کیان دیگه، اینا همه یه مش آشمالن برمیگردن یه هنرمندی مثل شما رو که این همه فیلم بازی کردی، این همه سابقه هنری داری، پرونده هنری داری، برمیگردن یه همچین مزخرفاتی رو میگن یا میخوان خودشونو با این مسائل مطرح. اصلا گلستان کی عزیزم؟ حالا یه زمانی اومده یه کارگردانی کرده، اونم اگه آدم با شرف و با تربیتی بود که دخترش که اینجوری به بار نمیومد، بی خودی اصلا اسمش هم مطرح کردی. شهلا جان غلط کردم که بخوام حرفی بزنم دیگه. شاهزاده اومد باهات صحبت کرد، شاهزاده اومد بهت زنگ زد. این خیلیه، خیلی مهمه این قضیه. منم خیلی خوشحال شدم، گفتم دعوت کردم که اولین هنرمندی است که شاهزاده بهش زنگ بزنه. قربونت برم، من نمیدونم کجای چی کار میکنه، لطفا با من در تماس باش، از حال خودت ما رو باخبر کن لطفا. مرسی. مانا ماندگار مدیر برنامه شهناز تهرانی هم با بازنشر صدای ایشون گفته خانم گلستان اگر با دیدن این ویدیو امشب تونستی خواب راحت داشته باشی که مشکلی نیست و حرفی باقی نمیمونه، در غیر این صورت یک عذرخواهی بده کاری. خیلی دردم اومد، بیش از همه چی، بیش از اون زندان لعنتی خمینی. امشب احساس کردم که کاش من آرتیست این ملت نبودم، کاش نبودم، کاش یادم گمنامی بودم و کسی به خودش اجازه نمیداد به من توهین کنه. من یه فاحشه نیستم. ما یک غروری از خانم گوگوش دیده بودیم. ما گوگوش رو یک زن مغرور، نه ما، همه گفتن مغروره. ولی این عملش ثابت کرد که نه تنها مغرور نیست، بلکه مردمیه. بلکه با زن زندگی، آزادی، روابط بسیار حسنه ای داره. دختر مردم. زنه. اولین تلفن یک هنرمند به نام گوگوش که برای من اسطوره است، آرامش بهم داد. از اون حال بد دگرگونی بیرونم آورد که با هم یه چیزی نزدیک چند دقیقه هم صحبت کردیم. و از اونجایی که یگانه مهندسی کامپیوتری خونده و در ایران رئیس یک سازمانی بوده، یک شرکت کامپیوتری بوده، و از اونجایی که تالنت داره و اونجایی که بسیار خوش ذوقه، سریع با تلفنش از من فیلم گرفته و من اصلا و ابدا متوجه این قضیه نبودم. ولی اینقدر خانم گوگوش دلم رو شاد کرد که همیشه دعام پشت سرش هست. زمانی که دل یکی میشکنه اگه خوشحالش کنی
اون موقع است که لذت بخشه. زمان دل شکستن که هنر نمی باشد. یکی از بزرگترین اتفاقات هنری بودش، یعنی شاید خانم گوگوش برخلاف خیلی از صحبت‌های منتقدینی که در طی چند ماه گذشته به دلیل مصاحبه‌ای که داشتن، خب به هر حال حرف‌های مثبت و منفی زیادی از افراد مختلف شنیدیم که مردم هم به دلیل اینکه خودشون شاهد و ناظر این قضایا نبودن، هر کسی به واسطه خودش به نوعی این قضایا رو واسه خودش تعبیر کرد، ولی تماس تلفنیشون با شما به قول شما نشون داد از شخصیت والای خانم گوگوش که هر کسی الکی گوگوش نمیشه و واقعا قدر هنرمندی که از دوره خودش بوده. شاید شما همسن و دقیقا هم روز هم به دنیا نیامده باشید، اما از یه نسلید، از یه دوره هستید که یه دوران طلایی که به یاد مردم مونده، یه دورانی که تمام موزیک ها فیلم هاش الان در ذهن و جان و روح مردم ایران تنیده و همه دوست دارن اون دورانو، و من هم به نوبه خودم وقتی اون لحظات رو دیدم به قدری احساساتی شدم که اصلا باورتون نمیشه، اصلا آچمز مونده بودم جلوی تصویر دوربین موبایلم و داشتم این موضوع رو با تمام وجود نگاه میکردم و لذت میبردم که چقدر خاکی افتاده و شما چقدر افتادگی به خرج دادید و چقدر متقابل ایشون هم به همین صورت، همه چی یه به قول معروف پکیج کاملی بودش. و بعد از اون میرسیم سر وقت تماس. من یه توضیح بدم عزیزم علی جان، من از اشخاصی انتظار داشتم که من رو حمایت کنن و نکردن، که باشون ارتباط تنگاتنگ داشتم. از هنرمندانی من انتظار داشتم حمایت کنن که باهاشون رو صحنه تئاتر رفته بودم و زندن و هستن. یواشکی هم منو میان میبینن توی اینستاگرام و نمیدونم. میدونیم دیگه، ولی اسمشون حمایت کردن. آره، ولی اشخاصی که من اصلا و ابدا انتظار نداشتم من رو حمایت کردن، بجز مردم خوبم مثل آقای پرویز پرستویی. پرویز خان پرستویی رو من از دیرینه میشناسم، اون زمانی که من تو تئاتر لاله‌زار کار میکردم، ایشون تو حلبی آباد توی خیابون، تو میدون، تو خیابون تئاتر میذاشت. من از همون دوره ایشون رو میشناسم و ارادت دارم خدمتشون. در ونکوور هم منو دعوت هم کردن، رفتم تئاترشون هم دیدم با افتخار. خانم ترانه علی دوستی عزیزی بود اونجا و همکارای دیگرش. این احترام بین ما بود، ولی این که در ایران فعلی ما آقای پرویز پرستویی بلند میشه همت میکنه و اسم شهناز تهرانی رو به زبون میاره، برای من ارزشمنده با هر سیاست خاصی که داره. آقای شاهین نجفی وقتی اسم منو میاره، ایشون یه آدم معترضیه، سیاستش به خودش ارتباط داره، ولی حامی من شد. آقای هادی خرسندی حامی من شد و به قشنگترین شکل ممکنه آقای حامد پهلوان، آقای اسماش رو هنرپیشه های ایران، آقای حامد بهداد، خانم خطیبی، آقای خانم مهناز افشار،
خانم لیلا فروهر عزیز من، خانم فتانه عزیز من، خانم هنگامه عزیز من، خانم ایکس گرگ، آقای حامد بهداد عزیزم به من شک دادن. اینا الان تو بورسن، نه من. من یه گوشه ای نشستم، یه زندگی کجدار و مریض دارم، خیلی معمولی، خیلی عامیانه. من نه پول دارم نه ثروت عظیمی دارم. من یه ثروت بیشتر ندارم، شرفم و مردم ایرانم. شک شدم شاهزاده من به من زنگ زده دلداری داده، شهبانوی من به من دلداری داده، هنرمندان کشورم در ایران، در امریکا، در همه جای دنیا، آقای عارف عزیزم، شهرام شهپره عزیزم، کسایی به من عشق دادن که دیدم چقدر ما همه متصلیم به هم دیگه. به غیر از اون حسودا، اونایی که از من حمایت نکردن، حسادت تو وجودشون. حالا شاید خیلیاشون هم خبر نداشتن، چون من با یکی دو تاشون صحبت کردم. یه فرش بود فیسبوک و اینستاگرام علی جون. حالا ما به فال نیک میگیریم و اونقدر حمایت ها زیاد بود که پیدا نشه فوششون بده. ولی اگر یه روز یکی پیداشون شد فوششون داد، من دفاع میکنم ازش. شما ثابت کردید همیشه با شرفترین هنرمند که چرس کنم با غیرتترین ها بودید، جز با غیرتترین ها بودید. من توی زندگی که در کنار شما داشتم چیزها از شما آموختم. شما جز کسایی هستید که هیچ وقت مال و منال دنیا براتون مهم نیست، یعنی براتون انسان خاکی بودن و انسانیت حرف اول و آخر رو میزنه. اگه یه نفر با بهترین ماشین بیاد چشم شما رو نمیگیره، ولی اگر یه انسان خوب بیاد، خوب حرف بزنه، خوب فکر بکنه، خوب نگاهش به دنیا ایدئال باشه، اون نگاه شما اون نگاهتون رو جذب میکنه و بیشتر بهش اهمیت قائل میشید. من اینو تجربه کردم و دیدم و مردم هم مطمئنن، اونایی که اهل دلن، از صحبتهای شما در برنامه بانوشو، چون این بانوشو خاصیت خوبی که داشتش حرفهای دل شما رو به گوش مردم رسوند و هنوز هم داره میرسونه. هنوز فکر میکنم 10-12 قسمت دیگهش باقی مونده و این صحبتها همه شنیدنیه، که فکر میکنم یه آلبوم رنگین از خاطرات 40-50 ساله شماست با افراد مختلفی که همه جز چهره های ماندگار. علی جان، من یادگار دوران طلایی ایرانم. مگه مثل من چند تا دیگه مونده از اون دوران؟ هنرمندان دوران سینما، تئاتر، رادیو، تلویزیون، موسیقی، چقدر مگه موندیم دیگه؟ خانم پوری بنایی هم تماس گرفتن نصیب بود. خانم پوری بنایی اصلا اینجا دستاش رو که صدای حقیق گریه ایشون امون منو برید. و یکی از خالص‌ترین انسان‌های روی زمین این زن، و یکی از کسایی که آدم رو به زندگی امیدوار کن. تماس تصویری بانو پوری بنایی حال منو خوب کرد. درست
همون روزی که این اتفاق برام افتاده بود بعد از خانم میرقهاری خانم پوری بنایی بود که تصویری منو گرفت. چقدر خوبه که آدم یه همچین پیشینه پرباری داشته باشه که در چنین مواقعی که ایشالا برای هیچ کسی پیش نیاد این حمایت ها سراغ آدم بیاد. هلی جون چقدر خوبه که قدر آدم های خوب رو بدونیم. واقعا چقدر خوبه که قدر مهربونی رو بدونیم. بدونیم پشت دادن که آسونه، هممونم بلدیم مدل به مدل. ولی اگر این زبون عشق و معرفت و وفا و صفا و یه رنگی و معرفت عشق باشه به زبون بیاری مهمه، دل شکستن که هنر نمی باشه. علی جون من یه چیزی میتونم به تو بگم تو برای عبد منو فراموش کنی بری، اصلا نخوای اسمم بشنوی. ولی یه چیزی هم میتونم بهت بگم که تا آخر عمرت مرید من باشی. کدومش قشنگتر؟ کدومش بهتره؟ 100% دومی. و شما همواره همین راهو پیگیر. بس زبون بی صفایی، بس زبون تلخ دلهای ضعیف رو، دلهای مهربون رو شکستن. فراموش کنین زبون بدو، فراموش کنین حرفای رکیک رو، فراموش کنین تهمت زدن رو، فراموش کنین توهین کردن و زیر پا کشیدن شخصیت آدم ها رو. بیاین یه فرهنگ جدید پیدا کن، بیاین یه فرهنگ انسانیتی که داشتیم رو پیشه کنیم. بیاین بگیم ما همون ایرانی هایی هستیم که پشت همین مثل کوه کنار همین، نذارین تفرقه بینمون بیفته، نذارین با توهین دلهامون بشکنه. بیاین حمایت کنیم از هم. من به حمایت تک تکتون همیشه نیازمند، چون تلاش که من رو پا نگه میداره همون حمایت شما هست. علی جون بریم یه چند تا از هنرمندانی که صدا گذاشتن رو ببینیم. 100% بریم ببینیم و برگردیم. حتما گذاشتن بریم. من که بی‌صبرانه منتظرم. آره بریم ببینیم و برگردیم. ولی از تلویزیون فور یو برنامه روی خط شده. عالم دیگه ای داره. الهی من قربون شما برم، الهی من قربونتون برم شاهزاده، الهی من قربونتون برم شاهزاده. بدونید که من حرفتون رو شنیدم، واقعا خیلی جا خوردم در اون برخورد واقعا زشت و زننده و فکرم با شماست و فقط بیارین، چون اینجور چیزا متاسفانه هست و یه ده خوب بغض دارن، عقده دارن، کینه دارن. ولی خب شما یه عمری نقش خودتون رو ایفا کردین، الان هم دارین ایفا میکنید و بدونید که من با شما و دیگر دوستانی که عاشق مملکتشون هستن همراه هستم و پشتیبان یکدیگر هست. شاهزاده اجازه بدین که من ارادت خودم نسبت به پادشاه قلبم شاهنشاه آریامهر پدر ایران زمین اقرار کنم که من دست پرورده شاهنشاه آریامهر هستم و قسمی که یاد کردم در زندگیم فراموش نخواهم کرد تا آخرین نفس. و امروز من دستبوس شهبانوی ایرانم هستم که ژاندارک زنان دنیاست و از همین جا سر تعظیم فرود میارم در مقابل شما و در مقابل تمام زحماتی که برای ایرانیان میکشید تا به امروز. من به شما ایمان دارم، من به شما اعتقاد دارم و تمام بچه های ایران شما رو فریاد میزنن یک صدا
رضا پهلوی جاوید شاه. من دستبوس خاندان پهلوی هستم. قربونتون برم الهی. ما فقط برای این کارو این همه سال انجام دادم و دادیم که یه روزی هموطنان ما بتونن در یک فضای کاملا باز و آزاد خواسته خودشون رو برآورده بکنن، در انتخابات شرکت بکنن، رأی آزاد بدن، تصمیم گیر باشن و سهامدار در آینده کشورمون از هر لحاظ به خصوص در فضای سیاسیش. و خب ما باعثی همچنان راه رو براشون هموار بکنیم و کمکشون باشیم و پشتیبانشون باشیم و بتونیم پاسخگوی این همه بچه هایی که امروز تو زندان‌های کشور زندانی سیاسی هستن، اسیر هستن، حکم اعدام برشون صادر میشه، بدونن که تنها نیستن و با پشت سرشون محکم ایستاده ایم. صد در صد ایمان دارم شاهزاده و تنها تقاضای من به عنوان یک آواره وطن پرست، به عنوان یک فرد کوچک ایرانی تقاضا دارم که گوش شنواتون رو از سمت دشمنان دشمنانی که ایران رو دوست ندارن، چون هر کس ایران رو دوست داره پیرو به شماست، و اونهایی که دشمنی میکنن و در این مدت کوتاه دارن سنگ میندازن جلوی پای تمام اهداف شما، اینها دشمن ایران زمینند. و تقاضا دارم، التماستون میکنم، شما میدونم که قسم خورده ایرانی و ازتون تقاضا میکنم که این راه رو با شکوه تمامتر تا آخرین نفس به ادامه بدید. همه ایران پشت شما، اول خدای بزرگ، بعد هم دعای شاهنشاه آریامهر و ملت ایران که همه یک صدا فریاد میزنیم جاوید شاه، رضا پهلوی برگرد به ایران. دستبوس شما. من کوچیک شما. مرسی عزیزم. ممنونم از تلفنتون، ممنونم شاهزاده از این عشقی که به تک تک هموطنانمون دارین و به خصوص من که سر تعظیم فرود میارم. ممنونم، پاینده بود. سپاس بذارم. خداوند رنگین کمان محافظ شما باش. خیلی ممنون. همینطور شما. زنده باش. زنده باش. چه تصاویر زیبا و به قول معروف احساس برانگیزی از این همه دوستی ها که بین شما و هنرمندا وجود داره. من همیشه شاهد بودم که تلفن شما بیوقفه در طول روز انقدر زنگ میزنه که بیشتریاشو مانای عزیز مجبور جواب بده و خیلی هاشو خودتون دیگه وقت نمی کنید جواب بدید. یه وقت من شاهد بودم که شبا که میخواستیم شما رو به منزل برسونم، میدیدم مانا یه گزارش طولانی، یه لیست طولانی بهتون میگفتش که آقای ایکس زنگ زد، خانم ایگرگ زنگ زد، آقای فلانی زنگ زد، و همواره این تماسا نشون دهنده مردمداری شماست، نشون دهنده اینه که همواره همه رو نگه داشتید، هیچ کسی از خودتون. من چیزا از شما دیدم، شما به یه بشکن زدن اشک از چشاتون سرازیر میشه، یعنی برخلاف اون ظاهر قدرتمندی که از شما مردم میبینند، دل شما انقدر نازکی که کوچکترین چیزی اشک شما رو در میاره. من حاضر نیستم که اشکای چشم برای چیزای بی خودی بدم، چون دیگه پیر شدم، چشم ضعیف شده، گریه کنم چشم ضعیفتر میشه، تو قلبم گریه میکنم برای ایرانم. الان بماند که تو این دوره بیش از حد دارم برای بچه های ایرانم اشک میریزم و واقعا چشمام ضعیفتر شده اشک. برای دخترای ایرانم، برای بچه های ایرانم، برای مردم ایرانم، برای بچه هایی که تو زندان بیگناهند، برای همه اونا دعا میخونم پروردگار خدای رنگین کمان کیان کوچولو کمکش کنه.
ولی اونایی که زیر خروارها خاک رفتن، بچه های جوون، آه از نهانم بلند میشه و اشک میزم و میگم خدایا همت تو از روی مردم ایران بر ندار، خدایا زندگی بده به مردم، آرامش بده به مردم، آزادی بده به مردم، تو توان این کار رو داری ای خدا. علی جان، بانو جان، قبل از اینکه به صحبتتون رو شروع کنید، من میان صحبت‌های شما بیام و یه توضیح برای بیننده‌های عزیز بدم که از من این سوال رو به دفعات پرسیدن که چرا بانو شهناز تهرانی پیجشون دو تا پیج، اولی که توضیح بدیم که خب بانو به دلیل اینکه انقدر دیگه محبوبیت بالا داشتن هیچ وقت دنبال گرفتن تیک آبی نبودن، حالا جدیدن براشون داریم اقدام میکنیم، خودشون دنبال اینجور چیزا نیستن و تا زمان گرفتن تیک آبی دقت کنید این دوتا پیجی که در همین الان زیرنویس میکنیم براتون، دوتا پیج در اینستاگرام به نام ایشون وجود داره، یکی پیجی هستش که دست خود بانو جان هستش که پیج شهناز تهرانی دات نامبر وانه. من اصارت دارم علی جان و الا دست مانای عزیز اونم. آه دست ما، اونم دست ماناست. آها خب پس همش من... دست ماناست و ادمینای دیگه بعد. ولی آره. کلن تمام فیسبوک ولی نظارت میکنی؟ بله من نظارت میکنم، من از این حوصله ها ندادم من علی جان هستم. آره دیدم چقدر براتون مسیج میاد. تلگرام، اینستاگرام، تمامش آنچه که فیلم گذاشته میشه، پست گذاشته میشه، حمایت میشه از طرف مانای عزیز، مدیریت کل پیجای منه و ادمینای دیگه. و بچه ها به من لطف دارن، عشق دارن، به خصوص مانا که واقعا دست راست منه، مغز و هوش و حواس منه و واقعا یکی از دوست داشتنی ترین هاست مانا. تا کمای به بلاهه بانو اینو بپوش، بانو چی میپوشی، بانو مصاحبه اینجوریه، تمام حتی مدیر برنامه های کارهای هنری منه، تمام ایران اینترنشنال، بی بی سی، نمیدونم تلویزیون ران از اسرائیل، تمامشو مانا صحبت کرده، ایشون برنامه گذاری کرده، ایشون وقت داده، ایشون صحبت کرده، فقط به من پیام داده، زنگ زده که بانو فلان روز شما فیلم برداری داری، اینه 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 و امر شما موتا جناب مانا ماندگار دیگه جرات نداری چیز دیگه هم بگی، برای که بهترینش انجام میده، خیالم راحته. واقعا دلیل... یکی از دوست داشتنی هاست و این که در حال حاضر فقط این دوتا پیجی که زیر نویس تلویزیون دارید میبینید در و یوتیوب، آره، در این اینستاگرام پیج های دیگه به اسم بانو ساخته شده که هیچ کدومشون واقعی نیست، فقط این دوتا پیجی که ما اینجا نوشتیم و در زیر نویس تلویزیون میبینید پیج های اصلی، شهناز تهرانی و یوتیوب و تلگرام که خلاصه داستان میذاره مانی توی تلگرام. تمام برنامه ها مانای عزیز تمامش مانا انجام میده، البته فیسبوک هم هست که خب فیسبوک خانوادگی شوخیه دیگه، یه ذره اینستاگرام اومد جای فیسبوک رو گرفتش توی خانواده های ایرانی، بخواهیه شوخیه، ولی وقتی بچه ها مانا جان توی اینستاگرام یا تلگرام یا یوتیوب چیزی میذاره، مسائل جدی تری رو میذاره، فقط هم حمایت مردم تا به امروز بوده و به قول شما حمایت کنید، پیجای منو حمایت کنید، یوتیوب منو حمایت کنید تا من لحظات شادی رو
با همه تون در میون بذاریم و تصاویر قشنگتری بگیریم، برنامه های قشنگتری بسازیم و خدمتون تقدیم کنیم، به خصوص که بانوشو در صد هم است و بانوشو زندگی نامه خاطرات دوران طلایی منه که من اون خاطرات رو در هیچ جا نگفتم و تنها جایی که میتونیم ببینید در بانوشو تلویزیون فوریو هست. حمایتتون رو نیازمند. ما نشسته بودیم اینجا، از زنگ تلفن من زنگ خورد از کد 202. من به یگانه گفتش که بانو جان تلفن شما داره زنگ میخوره. گفتم ببین کیه. گفت 202. گفتم 202 کجاست؟ گفت فکر کنم واشنگتنه. گفتم من واشنگتن کسی رو نمیشناسم، بلش کن. جواب نداد. نیم ساعت بعد یه مرتبه دیدیم که دوباره این شماره 202 ظاهر شد، زنگ خورد. یه گاره گفتش که بانو جان دوباره 202 اشکال کنم. گفتم جواب بده ببین کیه دیگه، حالا اذیت نشه و اینا، شاید یه کار مهمه، یه آدم مهمیه که تلفن منو داره. وقتی یگانه تلفن رو برداشت و جواب داد، برگشتن گفتن که میشه با بانو شهناز تهرانی صحبت کنیم. ایشون گفته شما در اون فاصله تلفن رو داد دست من. گفتم کیه؟ گفت نمیدونم یه آقایی. گفتم الو. گفت من رضا پهلوی هستم. سلام، من رضا پهلوی هستم. علی جان، اولا وقتی من گفتم یگانه چنان کوبید تو سرش که فکر کردم تو میدونی که من آدم آره مخلصی هم میگم. شوهرش هم مشخص از اونجا نشسته بود، پرید رفت یه جایی، دخترش سر میز داشت شام میخورد بلند شد، اصلا یهو یه جبر عجیب غریبی بین ما. من داشتم سکته میکردم، علی رنگ روم زرد شده بود، حالم بد شده. از اونجایی که همیشه یگانه حواسش به همه چی هست، به خصوص عشقی که به من داره و منی که عاشقانه دوستش دارم و بهش اعتماد کامل دارم تو زندگیم، و خدا رو شکر میکنم که یک یگانه تو زندگیم دارم و یک مانا از شما هست. زنده باشی. مانا سوئیس، شما آلانیایی، نمیدونم یگانه پیش منه، منم همه جای دنیا هر جا میرم یکی دارم من و لای پرقو نگم داره. خدا رو صد هزار خدا رو صد هزار من وقتی که گفت من رضا پهلوی هم، انقدر این انسان افتاده، انقدر شک به من وارد شد، شک علی جون، و من انتظار نداشتم شاهزاده رضا پهلوی از حمایت من برای اینکه ثابت بکنه که باید حامی هم باشی، همون زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی رو مهرش رو زد با یک تلفن. و من نمیدونستم چی بگم، ولی تنها چیزی که میتونستم بگم این که من یک آریاییم، من از پدر تاجدارم آموختم، من از مادر ایران زمین شهبانوی ایرانم آموختم محبت، درس محبت رو. من سر تعظیم فرود میارم در مقابل شاهزاده رضا که انقدر فروتن و
بردبار و اینقدر با شخصیت و با مرامه و امروزه داره برای ما و شما می جنگه. موهای سرش سپید شده، حرف و کلامش چیز دیگه است. میگه امروز متحد شید با هم، فردا تصمیم بگیرید چه خواهید کرد. و همون من وکالت میدهم شد شروع یه حادثه یه عجیب قریب که یه رعد و برقشم به من خورد، تنم و لرزون. ولی مردم ایران، ولی هنرمندان ایران، ولی شاهزاده ایرانم، شهبانوی ایرانم، دلم رو شاد کرد. خدا رو شکر که این اتفاق افتاد. تلویزیون دارا، مردم، هنرمندان، من ممکنه الان حضور ذهن نداشته باشم، ولی از بچه‌ها همگی تشکر کردم. در تیکه هایی که فیلم گرفتم دونه دونه تشکر کردم. خانم پرستو صالحی عزیزم که عشق منه و با من و شما در ارتباطه. آره شما رو خیلی دوست داره. چقدر به من عشق داده. خواننده اپرا برام رو زده و ولی اونایی که انتظار داشتم هیچ کدوم حالم هم نپرسید. مهم انسان هایی هستن که قدرت وجود دارن، توانایی حرف زدن و عمل کردن دارن. همانا شما هایید، همانا کسانی هستن که من رو پشتیبانی کردن. واقعا این برنامه یکی از بی نظیرترین برنامه هایی بودش که با شما داشتیم و فکر میکنم این برنامه کمک کردش به اینکه بتونیم راجع به این اتفاقات جمع‌بندی کنیم و راجع به همه به تفصیل صحبت بکنیم. ولی صحبت‌های باقی موندهمون راجع به نحوه ساخت و پردازش فصل‌های مختلف بانوشو موندش به یه مصاحبه دیگه و یه برنامه روی خط دیگه که فکر می‌کنم باید در هفته‌های آینده با شما انجام بدیم، چون در اون مقوله هم باید صحبت بکنیم که یه عده از بیننده‌ها دقیقاً متوجه بشن چرا یه سری پراکندگی‌ها ناخواسته به وجود اومد و اونا رو براشون توضیح بدیم. در انتهای صحبت ها میدونم که خیلی خستتون کردیم و نه عزیزم، خوشحالم، ممنونم که منو روی خط آوردید، ممنونم که اهمیت بهم دادید، ممنونم که خارج از کادر بانوشو من مهمان برنامه بودم، چون برات ارزش داشتم، چون برای طرفداران روی خط باید یه چیزایی گفته میشد. در کلام آخرم میخوام به مردم عزیزم، به هموطنان گلم، به بچه های گلم، به خواهرای گلم، به دخترای گلم بگم که الهی قربونتون برم. من وقتی یه کاری رو هماهنگ بکنی هرگز زیبا در نمیاد، به دلت نمیشینه. ولی وقتی از نهانت بیاد، وقتی از قلب و وجودت نمایان بشه و تو ببینی، اون زمانه که به دلت میشینه. نه تلفن خانم گوگوش هماهنگ شده بود، نه تلفن شاهزاده من، و نه کسانی که حمایت کردن از من، چه مردم، چه هنرمندا، چه هنرمندا در هر زمینه علی جان، و نه تلویزیونا. ایراد به من گرفتن که شما چرا با خانم مسیح علی نژاد گفتگو کردی؟ ایشون به عنوان یک روزنامه نگار
من به عنوان یک آدم بازیگر زخمی جلوی تصویرش ظاهر شدم. خانم مسیح عقیدش هرچی هست به خودش مربوطه و هر کدوم از اون عزیزانه دیگه. هر کسی عقاید خودشو داره. بله. حمایت بود که از من شد و من در مقابل حمایت سر تعظیم کردم. ممنونم. زنده باشید. زنده باشید و ایشالله که همیشه استوار و پرقدرت همچنان سایتون بالا سر سینما و تئاتر کشور ما باشه و بتونید تجربیاتتون رو در اختیار نسل‌های بعدی قرار بذارید. همون جوری که من همیشه بهتون میگم، شما باید درس تئاتر بدید، درس سینما بدید، درس بازیگری بدید و امیدوارم دیر یا زود این اتفاق بیفته. تو انتهای برنامه یک بار دیگه ازتون تشکر میکنم که مهمون برنامه ما شدید و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یاره. به اندازه همه بانوشو دوستتون دارم. زنده باشید. تمام احساسم به اندازه همه خاطرات قشنگ دوران طلایی به اندازه یک ایران دوستتون. سپاس از مرشدی عزیزم که ما رو تنها نگذاشته هیچ وقت. سپاس از مهدی مرشدی عزیزم به خاطر لحظات قشنگی که در بانوشو با ما بوده و سپاس از تو علی مرشدی که پر از معرفت. زنده باشید. ما کوچیک شما هستیم و باعث افتخارمون بوده. ما هم متقابل دوستتون داریم و برات زنده باشید. ما هم همچنان منتظر برنامه بعدی خواهیم بود که باز روی ماه شما رو ببینیم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدارتون باشه. زن زندگی آزادی. خدا نگهدار. پاینده باشید.